موج تیراندازی‌های مرگبار و خشونت‌های اخیر مربوط به حمل سلاح در آمریکا با واکنش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و افزایش فشارها بر او برای کاهش خشونت مسلحانه در این کشور همراه بوده است. پس از کشته شدن 18 نفر بر اثر تیراندازی‌های ماه گذشته میلادی در دو شهر ایالت‌های جورجیا و کلرادو، رئیس جمهور آمریکا ضمن توصیف خشونت مسلحانه در این کشور به عنوان لکه و نقصانی برای ملت آمریکا، از آماده‌سازی اقداماتی برای مقابله با این مشکل خبر داد. 7 آوریل و پیش از سخنرانی بایدن درباره لزوم محدودیت برای حمل سلاح گرم، 5 نفر از جمله 2 کودک در ایالت کارولینای جنوبی به ضرب گلوله کشته شده بودند. بایدن گفته خشونت مسلحانه به یک اپیدمی در آمریکا تبدیل شده و سرافکندگی بین‌المللی برای ایالات متحده به همراه داشته است. شهرهای بزرگ و مهم آمریکا در سال 2020 با افزایش 33% موارد قتل با سلاح گرم روبرو شدند و این روند در 3 ماهه نخست سال 2021 هم ادامه داشته. کارشناسان در توضیح دلایل این مسئله به عواملی مانند ضعیف شدن اقتصاد، اضطراب اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا، آزادی زندانیان برای کاهش خطر ابتلا به کرونا در زندان‌ها و تظاهرات ضد نژادپرستی و مقابله با خشونت پلیس در سال 2020 اشاره می‌کنند. طبق اعلام گروه تحقیقاتی اسناد خشونت مسلحانه در آمریکا، در سال 2020 حدود 20,000 نفر بر اثر خشونت مسلحانه در آمریکا کشته شده‌اند که این آمار در با سال 2019 حدود 4,000 نفر افزایش یافته است. بایدن با صدور دستورات اجرایی به وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده در مدت 30 روز قانونی را برای کاهش تعداد سلاح‌های بدون شماره سریال پیشنهاد دهد. این نوع سلاح دستساز است و با عنوان اسلحه نامرئی شناخته می‌شود. با خرید قطعات به شکل جداگانه به راحتی ساخته می‌شود و امکان رهگیری آن وجود ندارد. بایدن همچنین از وزارت دادگستری خواسته قانونی را پیشنهاد دهد که به موجب آن ایالت‌های مختلف بتوانند قوانین خود را درباره محدود کردن سلاح گرم اعمال کنند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به شدت خواهان ممنوع شدن حمل سلاح‌های تهاجمی است. او اواسط فوریه طی سخنانی به مناسبت سالگرد تیراندازی در دبیرستانی در ایالت فلوریدا از کنگره خواسته بود قانون حمل سلاح را بر پایه عقل سلیم اصلاح کند. بایدن از حامیان دیرین وضع مقررات دقیق و ساماندهی به وضعیت استفاده از سلاح گرم در آمریکا است. او در طول مبارزات انتخاباتی بارها متعهد شده بود که در این خصوص اقداماتی انجام دهد. بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از 4,000 نفر از شهروندان آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با شلیک سلاح گرم کشته شده‌اند.